بالاخره برگشتم، نه خیلی زود. یادت میاد صدای فیدوس از دور میومد، بیشلم با بازی میکردن. من و تو و بچه ها کنار شد تو شرجی هوا، سایه خوب نخلستون و عینکی که تو هم مثل همه بچه های آبادان باهاش لاف می اومدی. اونو که غذاق نزن، اگه پدرش بفهم پدر تو در بیاره نسل من هم روز این ور می دارم سب کنیدارم.
بیا دیگه. نمیا. برا. نمی میرم شست راجع چی میخواد بکنم. جسد داشتم همشونو داغون میکردم. حیف که ای بادیه جوادی حتی بکسره خیلی مثل تو لف میامن. راست میگه، تو کوچه میستاد میخواست همشونو با مشت بزنه. موقعی که خمپاره میزدن که نمیومد تو سنگر، میستادم اونجا میخواست بگه یعنی من خیلی دل دارم. آخر خمپاره خورد تو مغزش داغونش کرد. بیچاره حتی شبا میامد تو کوچه فیلم بکسری نشون میداد. بچه حالا کوچه ما دیگه داغون شده. آقا میگه دیگه اینجا نمیشه ما. باید بیریم اینجا. شما میخواید اینجا فرار کنید نه؟ بی غیرتا. میرم هاتون میکنم. فرار بیا. خودم یه روزی اینجا فرار میکنی. ولی زود برمیگردی نه؟
زود برمیگرد. بذاری زندگی مون رو کنیم چتونه؟ بدی بیا با سوار شد اخوایی چه مردیه؟ برو بالا برو بالا برو جونتا عبد برو 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 تا اینکه خونه ما هم زیر بمب و خمپاره تنها موند. فرمایید مسته در نکنه. خیلی زحمت کشیدی جدا. خیلی ممنون. وظیفه ما است. قربانت. بفرمایید. آقا خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم. لطف کردی. با امید خدا. بفرمایید آقا. آقا خدمت شما. قابل نداشت. ممنون. دست شما درد کنه. خدا حافظ شما. سلام آمودش. سلام. حالا چطوره؟ حالا خوبه؟ یه خود ملاحظه کن دارن گر رو گر همه جا رو میکوبن. خلاصه دارم بهت میگم. چشم. خیلی ممنون. یه جا خلاصه خودت پناه بگیر. داره یه چشم. وقتم عجله نکنه. نه نه عجله نیست. خب شب بخیر. شبتون خوش. سلام بابادش. علیک سلام به رحمت الله برکت. خوبی؟ شبت بخیر. آقواتت بخیر. هنوز آبادانی نرفتی بیرون؟ من جایی ندارم برم. آبادان جزء وطنمه.
خب چطوری دیگه؟ پاره دلمه. بازا و مرغابی ها چه خبر؟ بازا مرغابی هم برای خودشون جایی درست کردیم، الان استراحت کردن. من نیستم، سرصدام نیست. چی میگم تو گوش بکن، برو به ننه بابا بگو بابا رو دیدم حالش خوبه دیگه، بالا پشتبون نمیره. امروز هم بچه ها رو آوردن، همشون آوردن انشالله، بقیه شون هم میان، اعلام میکنن برامون. بینیم هم رزمامون رو که گرفتن، اگر محفوظ الاثر نباشن آقا، بالاخره میبینیم ایشون. اگر مفهول از اثر شدن که دیگه اون با خداست. فهمیدی بابا؟ یادشون افتادی؟ از در میمدن تو، یادته؟ ده سال پیش گذاشتم رفت، حالا چی مونده؟ یه خرابه. مش که نگاه به اینجا نرسیم از این بدتر هم میشه، یعنی از این خرابتر. همش میشه یه کوپ خاک، یه میره هوا. موقع میدونی چی میشه؟ در حقیقت آبادان بیا آبادان. چجوری میخوایم بهش برسیم؟ اونایی که اومدن چیکار کردن؟ بعد از یه مجبور شدن برم. غیرت، یه جو غیرت میخوام. هر کی رفته توی شهری جا خوش کرده، انگار نه انگار که آبادانی هم بوده. اون یکی شیرازی شده، یکیش اصفهانی شده، یکیش تهرانی. همین خودت نگاه کن بابا، حتی حرف زدنت به بچه آبادان نمیره. تو کجا آبادان میشناسی؟ بازم خواه حق داری، تو به چه بودی از اینجا رفتی؟ همام ما عمرم روی خونه تلف کردم. خوب گوش کن، عمرم به اندازه این قشتا و این گله خونه ما و ننت زندگیمون تلف کردیم تا اینو ساختیم. تو خودت من اینجا بردی. میتونستم به طرف تو برام؟ تو همه بمب و موشک خنپاره؟ حالا که جنگ تموم شد دیگه، خب دیگه خمپاره ای بالای سرمون نیست. آره دیگه جنگ تموم شده، کشتم نمیشیم، اما زندگی هم نمیتونیم بکنیم. مگه میشه تو این خرابه از سر شروع کرد؟ نمیدونم چه بابا، آدم اقلا تو شهر دیار خودش یه حرمتی داره. مگه ندیدی تهران چه جوری میبودن در خوابگاه آبادانی های بنوان سیاه لشکر فیلماشون میبردن؟ خوب بیچاره هم بخاطر سن و سه شی میرفتن جلو دوربیناشون دلغک بازی در میوردن. این کارا تا کی؟ اونم معلوم نیست. خب بیان سر خونه و زندگیشون، با این که خرابه بیان جمع بشن یه طوری میسازیمش. یکی رفته شیراز زن گرفته، یکی رفته اصفهان شوهر کرده، اون یکی رفته سربندر دکون وا کرده. والله به خدا نمیدونم چه بگم بابا، نمیدونم. ما دارم میرم بازسازی بینیم آجر سیمانو میدن یا نه. ای بنده آمادم اینجا نگهش دار تا ما برگردم. درختی که من و تو با هم کاشته بودیم بزرگ و وحشی شده بود. حیات کوچکمون اون وقتا برامون به اندازه یک میدون فوتبال. تنور شیرینی های شب عید رو یادته؟ مادر میپخت، ما کش میرفتیم، جای شیرینی ها توی صندوق بود، درش هم همیشه قفل. فکر میکردیم چند قدم بالاتر از این پله ها به بهشت میرسیم. امروز میدونم
همین حیات کوچک بهشت بود. اتاق مادر، اتاق مادر، اتاق مادر. تو لاین تایسه بزنیم؟ سالویچ بیته باشه میریم سینما. دوباره شب میشد، شب میشد، من میردم بالا، هواپیما نبود، خمسه خمسه میمن، هی پنج دقیقه یک بیست متر یکی میزدن، درست بابا؟ ولی تو باغ نمیزدن، میزدن تو خونه های مردم، از این بر میزدن طرف ایسکای دوازده اینا میزدن، طرف فاب تو این دمه کجا بود؟ یادته؟ خیابون امیلی میزدن اونجا دمه دادگستری اینا اونا میزدن خراب میکردن اینجایی که مثلا باز بود زاویه میگرفتن زاویه میگرفتن مثلا اون سر باقا نمیزدن میزدن خونه رو خراب میکردن فقط یه خونپاره خود به این ارشاد اسلامی که اون سقف سینما ریخ دیگه ما خونپاره ندهیم یکی هم اونجا الان جاش هست کوچه همون کوچه بود فوتبال بازی میکردیم علی علی بگی
دعواهای تو روزا تمومی نداشت. بگو بند آخی تو خونه تو چی کار داری؟ تو چند میزنم تو گوشت برقه چشم برقه بسته که داشت چرا تو بند آخی تو خونه؟ بیا اینجا بینم با خودم رسفت میکنم بهت گفتم بینم رسفت میکنم بسته کله تو میکنم بیا اینجا بینم مرداد بیا اینجا مرداد بیا اینجا بینم شاید این بچه بلایی بیان در خونه و افتیم این نزد آیت همه معارمش ندارم از شما چه عجب بچه های گلتا می هستیم برید دنبال کارتون ها نه بابا دارید نه 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 دارید چه به این در آبی بود چشم تو همیشه به این بالکن آبی بود نگاه کن باز دار زیده سیده او چه خود بلش کن بابا باز میخوای بری جلو لاف بیای بیا بیا کنه اومدی اینجا لاف بیش بده بره دیگه بیا بزنهای زمین نه حواسته شست بیا زمین نزنی شا اینک سه اینک قیافه حواست باش نخوری کن با همین قیافه تکیه خالی بود توی تکیه شبهای داغ عاشورا تا صبح من و تو و بچه های کوچه بیدار میموندیم چه هیجانی بود Thank you.
زود باشید. نگاه کن خیلی که پول داشتیم می اومدیم سینما رکس، از پله ها می دویدیم بالا، جامون تو بالکن بود. شب اون فاجعه بزرگ جیبمون خالی بود. Thank you.
مثل همه بچهای آبادان من و تو رضا عاشق بوکس و فوتبال و سینما بودیم. تابستون توی کوچه بنبست جوادی بوکسور به ما فیلم نشون میداد. جوادی همیشه لاف میزد. جونش هم سر همین گذاشت. بیا بابا جوادی. بچه‌ای که می‌بینی اسمش جولویه. سیاه رو میگم. قهرمان واشنگتنی بوده. بهش میگفتم بمب‌افکن سیاه. هیکلش رو نگاه کنید، این خودمه، ببینید چه دونو میزنه. یه هوک 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 آنه بیدونه خودمه. آنه بیدونه خودمه. بیدونه حرف میزنه. سرشت میشه یا نه؟ بچه چقدره؟ خوراکی دیگه آفرد کتنه. آره بابا ساکت میشه بذاری فیلم رو نگاه کنیم یا نه؟ بذاری اینو خوابیدش که خواهد برو فیلم بازی کن. خوش نداری پاشو برو. نه ساکت داشت فیلم رو نگاه کن. عمود رضا مردانی دهش که حتما یادته. بچه های سن و سال ما تو آبادان میشناختنشون. شنیدم همه سالهای جنگ رو تو آبادان مونده بودن. رفتم سراغشون. آقا مردانی از جنگ بگو، از این سنگرت بگو، چطور شد اینو ساختی؟ با کی ساختی؟ تعریف کن واسم. جنگ چه شروع شد؟ آموزش پرورش و لوله هایی که زد، این لوله ها مثل ماری سر بلند میکردن و میان پایین، سر بلند میکردن و میان پایین. صبح چه خواب برنشون کسی نیست. به بچه همه گفت ای بابا اینا که وطندار بودن تمام رفتن. ما که بی وطن میمونیم. اگه کشتن شدیم آبرومندون رو کشیم، چون آب خاک خودمونه. ما با بچه که از دست دادیم این سنگر رو درست کردیم. خب آمو توکلی، یاد چیا که چجور با سنگران درست کردیم با بچه؟ بله. یاد چیا که آموزش پرورش رو موزن زد و لوره ها چجور بسه ماری سر سر بلای بایده؟ زدن که با. مردم در وقتی که زدن هواپیما اومد بله. یارو دیگه نونچاییش هم گذاشت و بازی شلواری و با کفش و دمپایی کلید رو در همه چی بود در فرار کرده به گاراژ. سر و گاراژ؟ گاراژ سب کن جانم. یکی پونصد تومن میخریدم اجازه بده جانم بود جانم باری کرده ماشین اومد گفت هرکی شعبده میخواد بیا شعبده میرفتن شعبده شعبده لنجم اونجا بود یکی پنجاه تومن ازشون میگرفت بعد در صورتی که نباید بگیره دولت میداد هر چیز داشته زن و بچه رو میریخ میبود ماشر ماشر پیاده جون میکرد اونجا شب هواپیما میمد میدیدم من پلو پشمون دید میزد خوب دیداشو میزد قشن میزد روز برا میکرد هر جا که جمعیت کپون میگرفت یا شلوغ بود همونجا رو میزدم من به حضرت عباس با چوب اونو اصلا دونم با چوب با میزنم بزنم اگه هر کی از در من هم بزنم تو ماه همین بشانه همین بشانه به چه بدبختی بزرگ کردو؟ بچه ها نگشونستون برم بیرون گفتم باید برید جفه ما که وطن نداریم باید برید جفه بله اونو که وطن دار بیدن رفتم بیرون ما که بی وطن بیدیم استادیم پسر من مگه خونپره نخود با پسر جوکار چرا؟ اینا میرفتن شبی هم مالا بیچارای تو خیابون میخوابیدن رفتن اینا رو نجات بدن که اینجا نخوابن میخوابیدن رو برون از اون خونپاره میمد بخود بشون اینا رفتن اینا رو نجات دادن کول کردن اومدن خونپاره خورد همین پسر جوکار زخمی شد همین پسر من هیچی آقا بردن بیمارستان اونا اون همالا همه مردن بدبختا دیگه پاره شدن رو برون خونپاره خوابیده بودن بعد چهار ماه دیدیم یه جیب اومد اینجا ابوالفضل دهش کیه؟ گفتم بله معروف به توکلی گفتم من گفت پسرت آوردم بیا تحویل بگی وقتی که رفتم دیدم بله پسرت بچه رو آوردم اینجا جر خورده اصلا لبش پاره شده سرش تیکه پاره شده و این پسر من یه ساله بدون مادر بزرگ کردم بزرگ جز کردم نمیداشه که عمله کار کن بسون بخورم بعد تا جنگ که شروع شد سیگار فروی چی آموزه میکرد؟ پرورش تا موزنی که زد ما شروع کردیم به همون پسر این سنگر ساختیم آقا بردنی چند تا بچه داری؟ سه تا سه تا پسر دارم یه دختر دخترم کسی خارجه دخترم خارجه
پسرام که دستم دوشم احوازه فعلا. دخترت کجا خارجه؟ نیویورکه. نیویورکه؟ نیویورکه آمریکا. چی کار میکنه اونجا؟ شوهر کرده. شوهر کرده؟ شوهر کرده، چهار تا بچه داره. شنا بلد نبودیم، نه تو نه من، بهانه اون عبدالمعی بود. میگفتم بچه ها رو تو شط خفه میکنه. نه ولی نمیشه. هم مثل همیشه دعوا داشتیم. بچه ها بیان پای عبدالمان نیست. بالاخره یک روز به حرفش گوش دادی، فایده نداشت، شنا یاد نگرفتی. وقتی که اینجا رو زدن، ما هنوز توی آبادان بودیم. یک لحظه یاد آقای خیرآبادی کردم، مدیر خوب مدرسه ما. یادته؟ همیشه دوست داشت خودش زنگ مدرسه رو بزنه. به دستور آقای صبحانی مسئول آموزش ابتدایی مشغول ثبت نام بودم. هوا هم خب میدونید بمبارین و اداش بمباران میکرد. دیگه مشغول ثبت نام که شدم، آقای صبحانی هم بناکر رفت بیرون برای که حقوقش بگیره. یک وقتی بمب افتاد تو اداره و دیگه من نفهمیدم چه شدم. دیگه بعدا منو بردن تو سردخونه و تو سردخونه منو گذاشتن و بعدی که تو سردخونه بودم جواز دفنم صادر کردن و بعدم گذاشتن. بعد از 4 ساعت که بعد اینجا بودم و اونجا بردن تو سردخونه، دکترم جواز دفنم صادر کرد.
تو گویا ماشین های گوشتی ما را 50 تا از این جنازه ها و اینا برده بودن که ما را دفن کنن در اونجا. بیرا که می رفتن یکی از اون مرده هایی که رو سر من بود بنا می کنه عصه کردن. عصه که می کنه همون شخصی که در اون ماشین بوده میگه اینا زنده هستن. تعجب میکنه، باز میره نزدیکتر تا نزدیک مردشور خونه که اونجا را ما را در بیارن و ما را اونجا ببرن قص بدن و دفن بکنن. میگه بابا اینا زنده هستن. من وقتی این میبینن من بر میگردون از زلفقاری میارن همین شیر خورشید که الان حلال احمره من میرن اینجا بستری میکنن. بستری میکنن و میبینن که من بیهوشم و میبرن داخل عمل جراحی و خلاصه من بعد از فردا بیهوش میام. مدیر خوب مدرسم یادته؟ فهمیدین تا برادرای جواد کشته شدن؟ کدوم جواد؟ همین جواد که میرفتیم لبه شهر شنو میکردیم عبدن ما میشد. راست میگی؟ والا ده تا برادرش با مادرش رفتن آموزش پرورش ثبت نام کنن اما پیما بوده زده داغون کرده و رفته. رفتی آموزش پرورش؟ نه جیراناش مثل مار تو هم پیچ خورد. والا نگاش کن خواستم بگم ما هم تا آخر این هفته دیگه داریم میریم، شاید شیراز، شاید هم تهران، اما زود برمیگردیم. جنگ که تموم شد بچه خود منه. دیدی باز هم دیگر رو میبینیم؟ میگه کو به کو نمیرسه ولی آدم با آدم خواهد رسید. بله نوچر تو من بگیر برو 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 نه چی دیگه نیست.
تو نبودی پری روز رفتم خونه تو. چقدر من تو دلمون میخواست صاحب این خونه اجازه بده سوار این تاپ بشیم، نشدیم. Yeah.
بزده است بایی تو ساید برش که بست اویی تن تن بگفت آه کجا شده چنین روی سند روز سواری بود کم ترش که بست کشانی بخندید و خیره بمان دایی اناد را گرام کرد و را بخواهید بگفت آه چرا بدیدی بارگی یا بکشتم بیتم بیش بارگی نبایی ببینم که نام تو چیست و ایکی زاگن برا بر تو خواهد گریست آمو تمکنه بله ای آردکات و بوقلمونات و این سگ و گربات اسماس رو چیه بخونی چیشی اسماس رو بخونه سگا خب بستون از زدی مشکی یا مشکی امنی ها دومکان ها بوبو ها امنی ها فهمیدو میفهمو بوبو و املی ها اینا بوبو هن اینا املی ها جان جان جانم عزیزم جان عزیزم جان بابا دیگه خمپاره منپاره به کار نی هیچ چی نی هیچ نترسی هیچ خبر نی جان روشکه یه جا خمپاره یه جا خمسه خمسه یه جا بله بله خمسانی فهمیدی یا اون طرف خودی اینکه شورایی که در رو بیگم بزنیم بزنیم در رو بزنیم گرده بیره توش آقا بابا تا خمسه خمسه دیدی که من پنج سه پنج گربه میره تو در گربه میره تو در با پدرم آمدیم تهران که از بابامونو برداریم و برگردیم آبادان. اتفاقا کارگردانی آمده بود خوابگاه که برای فیلمش سیاهی لشکر جمع کنه. پیر و جوان زن و مرد سعی کنی نقش و این حالا داشته باشی به فضایی که تو این فضا بودی، فضا رو دیدی، خرابه ها رو دیدی، این زندگی رو کردی، همجا آروم آروم بلند شو به حرفای منم گوش بدی که چی کار داری میکنی. اصلا سعی کنی که واقعا این کار رو بکنی. درست الان این کاری نیست ولی خب پیش میاد دیگه، باید این کار رو بکنی دیگه. بلند شو علی جانم. حالا فکر کن الان بیداریم تو پیش خودت فکر کن باغبونی بودی و همون جگه دارم باغبون بودی بعد صاحب خونه تو رو اذیت میکرده اصلا حالا که نگاه میکنی میرسی اونجا همراه با اون فضایی که داری میبینی اونجا اونجا جلو اونجا که همون جگه نگاه میکنی برگرد بیا اینجا برگرد بیا اینور 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 همونجا رو زمین یه دونه صندلی یه مبل افتاده اونجا یه مبل افتاده اون کنار داغون بعد درخت ها همش سوخته است فضاها اصلا آب نخورده درخت ها خشک و تشنه هر کدوم یه حالی داره یکی که درخت ها نگاه کن به آسمان آبی نگاه میکنی آسمان هم آسمانه آفتاب هم آفتابه اما از همه چی بوی مرگ میاد حس بگیر خوب حس بگیر داری حرکت میکنی همینجوری داری حرکت میکنی یه مبل میبینی همینجوری افتاده نگاش کن درست ببینیش یه مبل کوچیکه میخوای روش بشینی دلت میخواد بشینی چون خسته ای خیلی خسته اما نمیشه بلکه صاحب خونه رو میشناسی یادت باشه تو باغبون این باغ همه این خونه رو میشناسی بعضی از درختان شما خودت با دست خودت کاشته از جلوی خونه رد میشه دلت میسوزه در خونه همسایه نیمه بازه از اونجا عبور میکنه باد میاد یه درخت کوچک تشنه به شدت تکون میخوره سایهش میفته روی یه دونه بشکه زنگ زده بشکه سوراخ سوراخه بعدم باید گریت بگیره اما بی خودی میخنده خیلی راحت نگاه میکنی یه حفره بزرگ توش از اونجا نگاه میکنی توش نگاه میکنی حتی واسه که پرنده اومدن اینو کردن ها چجوریه در بزرگ آهنی مغازه تو ببین رو خاک افتاده نگاه میکنی آتیش میگیره دیدت بالا نگاه میکنی همه چیز به هم پیچیده است تیراهنا همه روی هم ناراحتی میرسی پشت نرده های مغازه خاک همه چیزو پوشونده همه چی داغونه ها با حس فکر کن همه چیز رو باید از نو بسازی حس بگیر حست بیاد تو چشات سلام محمد سلام حالت چطوره
خوبی؟ یه دو کیلو داری ما بدی؟ دو کیلو بابا. خنده دارم و خجالت خوب چیزیه. ای بابا شوخی هم سرت نمیشه؟ یک من هر زدیم بخندیم شده که شده چه کارش کنم؟ مرد حسابی آخه تو این موقعیت داری من اینجوری میکنی؟ آخه بابا جا خجالت نمیکنی از من پیر مرد خجالت نمیکشی؟ شده که شده من اینجوری بزمه من چه کارش شده که شده تو این موقعیت باید دعوا کنی من چه کار کنم؟ خجالت بکش دو کیلو چی باید بدم به تو آخه؟ من چه کار کنم؟ من بگم به تو چی آخه؟ من چه کار کنم؟ بگم تو بلو من چه کار کنم؟ نه فریاد واقعا عصبانی هستی تو اونجا که اصلا بخواد بیفتی اصلا خدا نکرده ما حواست داریم برو واقعا یه داد بزن برو عمو برو پیکارت برو پیکارت میگم خجالت نمیکشی با این درازی داری میخندی روی من پیره مرد بدبخت شدم برم کن برو عمو برو بس یک روز قبل از برگشتنم به آبادان بچه های خوابگاه برام یک مجلس خداحافظی راه انداختن. خاطرات سینمای زنده کنی دیگه بابا سینما صوت Yeah.
بلبل هم اومده صدامون میزنه، میگه حرف بابا رو گوش کن. این بالا ببین قشنگ داره صدا میزنه. میبینی کیه؟ بیبی هم داره اومده. بیبی بابا ایداد بیداد چه روزگاری داشتیم ما. چشم تو همیشه به این در آبی بود. سلام. سلام. کوچه بغلیمون نیستی؟ بله بله. سه چهار تا بودید اینجا بازی میکردید، شنیدم یکیتونم شهید شده. بله خدا بیامرزدش. خدا رحمتش کنه. ما بچه رو فرستادیم شیراز، اومدیم روز بعدش خودمون حرکت کنیم بریم. لعنتی ها امونمون ندادن، به این روز انداختنمون، زمینگیرمون کردن. ماشالله بزرگ شدید، نزدیک بود به جا نیارن. بله بابا، بیا ببرش، خاکی شده. خب، شما هم که برگشتید. بله سلامتی. به خدا، بازم بچه خود کثیف کردی؟ آخه من روزی چند مرتبه تو رو باید بشورم؟ به خدا خستم کردی. اگه ده بابات نگفتم دعوت کنه؟ اما زود بر میگردیم، جنگ که تموم شد. خدا حافظ. سلامت. فکر نمی کردم دیگه برگردی. خیلی منتظرت شدم.